سلام و درود بر همراهان گرامی و آرزوی سلامتی و تندرستی و آرزوی این که تعطیلات خوش گذشته و اینکه تونستید از وقتتون حداکثر استفاده رو کرده باشید. یک فایل ویدیویی بود که دیروز من برخی از گروه ها فرستادم، خیلی جالب بود در مورد وقت گفته بود، زمان و ارزشی که زمان داره. من انشالله برای گروه دورانی هم میفرستم، خیلی جالب بحث کرده در مورد زمان و ارزشی که زمان داره، اینکه ما باید حتما از زمانمون در این شکل استفاده کنیم. توی تصویر، یعنی توی این ویدیو، والا شاید یه خورده برخی تصاویرش خیلی مناسب نبود، یکی خانمی هستشون خیلی مناسب نیست، ولی خب ما به اون کاری نداریم، به سخنان گوینده و پیامی که می نویسه ترجمه هم هست به صورت نویس که خیلی جالبه و من انشالله برای گروه دورانی هم میفرستم که دوستان حتما ببینن. به هر حال اونی که تشریف میبرم روز 14 فروردین در بارگاه مشخص از افرادی هستن که برای زمان خودش رو ارزش قائل و به هر حال بتونیم با این فرصتی که پیش اومده، یعنی عرض کنم خدمتتون این تعطیلی که ناشی از شیوع کرونا هست، بتونیم انشاءالله و نهایت استفاده رو بکنیم. خب اعیاد شعبانیه هم گذشته رو و آینده رو تبریک میگم، انشاءالله بتونیم تو این ایام نهایت استفاده رو از این روزهای خیلی عزیز داشته باشیم، برای اینکه به هر حال دانش مرکب خودمون رو درش میدیم و توسعه میدیم و پس میکنیم، انشاءالله سمت دانش بسیط هم حرکت کنیم و مهمتر از اون مقام دانی اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین داشته باشیم که بالاتر علم علوم آل محمد صلوات الله علیه مجمعین است. سلام و درود به دوستانی که تازه پیوستن به ما، خانم دکتر بختیاری، خانم رعنایی، خانم دکتر پروینی، خانم براقایی و خانم خوشبان و بقیه دوستان و خانم فدایی که من تایید میکنم، خوش آمدن. خب دوستان ما شروع میکنیم که بتونیم همون پنجره رو تموم کنیم. ما جلسه اجازه بدید من دیگه تصویرم رو موقتا ببرم همون پنجره رو که انشالله دوستان باش من خانم دکتر جمالی به من یک یادآوری بکنم. پنجره رو که عرض کنم خدمتون تمام کردیم میام دوباره برای خداحافظی. آقای پس من فعلا تصویر رو میبرم تا دسکتاپم رو شیر کنم. آقای شمس‌الدینی نمیدونم لاگین کردن یا نه، امیدوارم که ایشون هم بیان توی کارگاه و همچنین آقای محمد یاستانی و اگه دوستان از این بعد سوال فنی دارن همون توی گروه دورمی بفرستن. خواهش کنم تو همون گروه هم بفرستید که همه دوستانم هم ممکن این سال برشون پیش اومده باشه آشنا بشن و خواهش کنم شمس‌الدینی و آقای دکتر محمدی استانی پاسخ بدن به این سوال ها، کمک کنن به من، چون واقعا من 5-6 تا گروه هستیم ایام کرونا دارم به این 5-6 تا گروه پشتیبانی میکنم. امیدوارم بعضی دوستان به من کمک کنن که چون واقعا خیلی زمان بر هست و وقت میگیرم. خب شروع کنیم بحثمون رو. ما در مورد ابزارهای پژوهشی وب صحبت کردیم، اینکه این ابزارها چگونه میتونن توی فرآیند پژوهش به ما کمک کنن. رسیدیم به یکی از پرکاربردترین اونها که موتورهای کاوش وب هستن و بسیار ابزاری کارآمد و مناسب در فرآیند پژوهش و خیلی از نیازهای پژوهشگرای ما رو میتونن به خوبی پوشش بدن و پاسخگو باشن و کمک بسیار بزرگی میکنن به پژوهشگر در عین مطالعات خودش و پژوهش‌های خودش.
بنابراین من چند جلسه رو روی همین بحث محتوای کاوش رو به کار خواهیم کرد. شکل پرداختن این هست که اول با عملگرها آشنا میشیم که خواهش کنم خیلی خوب دوستان توجه کنن. استفاده از عملگرها بسیار مهمه، به خاطر اینکه اگر شما اونها رو یاد بگیرید میتونید راهبردهای جستجوی خیلی کارآمدی طراحی کنید که بتونید نیاز اطلاعات رو برطرف کنید. این بخشی از اون دفتر اطلاعیابی حرفه‌ای شما رو تشکیل میده که چگونه در محیط اطلاعات مورد نیازتون رو پیدا کنید و بعد عرض کنم خدمتتون با عرض کنم این ابزارها بتونید حالا نیازهای پژوهشیتون رو برطرف کنید. این هم رفتار اطلاعیابی حرفه‌ای شماست، همین که بعداً میتونید راهبردهای جستجوی پژوهشی و ریسرچ اورینتد سرچ استراتژی طراحی کنید، یعنی بتونید متناسب با گام‌های مختلف پژوهشتون کوئری‌هایی رو طراحی کنید که میتونه پاسخگوی اون گام پژوهش باشه. ما سه تا این بخش سه گام اساسی رو داریم. تو گام اول با عملگرها آشنا میشیم که عملگر موتورهای کاوش رو هم میگم همه دوستان دقت کنن، حتی دوستانی هم که شرکت کردن قبلا هم براشون مفید خواهد بود دوستان، چون وقتی که عملا وارد جستجو میشن پژوهشگرای ما با مشکل روبرو، یعنی اینقدر نکته داره و اینقدر نکات ریز داره این عملگرها که اول اینکه چجور اینا رو به دست یعنی استفاده کنیم و دوم که چجور ترکیبشون کنیم که خیلی خیلی مهمه. حالا این برای همه مفید خواهد بود. تو این گام من خواهشم این هست که از همه همراهان گرامی که حتما سرچ اکسپریانس تجربه جستجو رو داشته باشن، حتما جستجو کنن همین همزمان با من الان گوگل رو شیر میکنم، ما شما شروع میکنم توی سرچ کردن که جنی فایل پاورپوینت و شما برید سراغ گوگل، صدای منو دارید و هر چی که میشنوید میتونید اونجا و میبینید امتحان کنید. متأسفانه امتحان کردن برای الان کافی نیست، الان که حتما انجام بدید همزمان با من، اما بعد از کلاس و یک هفته سعی کنید که حتما تمرین کنید. اگر با مشکلی برخوردید سوال کنید، دوستان ما هم به من کمک میکنن و منم خودم پاسخ خواهم داد. منتها توی گروه بدانید که اگه برای دوستان دیگه هم سوال هست بتونن اونها هم ازش استفاده کنن. برای همه مفیده، خیلی خیلی هم مفیده این بحث، خیلی بهتون کمک میکنه و رفتار اطلاعیابیتون تغییر میکنه. بارها و بارها میشه افراد مختلفی میگن که ما مثلا میخوایم پیشینه پژوهش پیدا کنیم نمیتونیم، میخوایم منابع مرتبط پیدا کنیم نمیتونیم، من جلوشون یه سرچ خیلی ساده انجام میدم، بازی میکنم و خیلی وقت رو ترجم کنن. این مهارت رو به شما میده و میتونید برای بقیه کمک کنید و خیلی خیلی میتونید برای دوستانتون و غیره مفید باشید. و دوستانی هستم سایه شمسو دیدین که این دوره ها کامل اومدن و بعدم خودشون هم رفتن امتحان کردن و تدریس کردن و میتونه خیلی خوب و اگه خوب یاد بگیرید تو حوزه خودتون تدریس کنید خیلی عالی میشه، واقعا خیلی خوب هست. من کاملا اصولی میگم و کاملا آکادمیک دیدم این کارگاه رو بعضی ها برگزار کردم و اشتباهات خیلی فاحش و بدی داشتن و متاسفانه که کسی خبره نشده نمیدیم دوره ها رو برگزار کنم. این گام اول ما، یعنی آشنایی با عملگرها. گام دوم ما رفتاره اطلاعیابی رو متناسب با گام های پژوهش، یعنی گام های هفتگانه پژوهش که همیشه به اسم ما بوده توی کارگاه قبلی هم میاریم و میگیم بعد تو هر گام از پژوهش چه رفتار اطلاعیابی، چه مهارت های اطلاعیابی لازم است. بعد که اونا رو گفتیم شروع میکنیم متناسب با مهارت های اطلاعیابی و متناسب با اون گام های پژوهش شروع میکنیم کوئری یا سرچ استراتژی راهبرد جستجو طراحی میکنیم. شما دیگه میشید طراح، یعنی من همیشه این مثال رو میزنم، برنامه های آشپزی مواد لازم میشه این اپراتورها گام اول. گام دوم که حالا آشنایی با گام های پژوهش و مهارت های اطلاعی رو اوت و گام سوم چه ترکیب
به اونها یعنی درست کردن غذا. حالا غذاهای مختلف ما با این ترکیباتی که با این مواد لازمی که داریم میپزیم، آماده میکنیم اون غذا رو. بنابراین همش مهم است. مهناز خوش آمدید. خب پس عرض کنم خدمتتون که حتما توجه کنیم که ما میخواییم اول مواد لازم رو خوب بفهمیم، مواد لازم چیه، چه کاری دارن، بعد مثل آشپز قوی بیم تو محیط وب آشپزی کنیم، غذا درست کنیم. غیر از اینکه اینا رو یاد میگیرید دوستان، مهارت اطلاعاتتون تو کل ابزارهای وب میره بالا، چون پیشرفته ترینشون این موتورهای کاوش دارن. بنابراین تو دیتابیس های دیگه برید، جاهای دیگه برید، کاملا اینها رو بلدید و خیلی خوب میتونید در پسش بردید. خب بریم دوستان سراغ بحثم. خب من این فایل های پاورپوینت هم اینجا هضم کنم، میریم سراغ گوگل. شما این فایل ها رو فکر کنم دارید، اگر ندارید هم بگید، بنده براتون میفرستم فسام خدمتتون و طبق این میریم جلو. ما اینجا خودم سه نام داشتیم، ببخشید عملگر راه بود و ترکیب اونها یعنی طراحی راه بود. گام اول عملگرها، گام دوم مهارت های اطلاعیابی متناسب با گام های پژوهش. یعنی ما تو هر گام پژوهش چه مهارت های اطلاعیابی لازم داریم که توی جدولی من میارم. تو مرحله سوم یعنی گام سوم، حالا شروع کنیم راهبرد جستجو با استفاده از همین عملگرایی که تو این چند جلسه یاد می‌گیریم، با استفاده از اونها اون راهبردا رو طراحی کنیم که متناسب با اون گام پژوهشمون باشه. دیگه اونجا راحت می‌تونید پژوهش پیدا کنید، راحت می‌تونید عرض کنم خدمتتون منابعی که مورد نیازتون هست رو پیدا کنید و غیره. خانم قربانیان خوش آمدید. من تو پرانتز چیز بگم خانم قربانیان، من کار تو شروع کردم و از امشب هی برات فست فست میفرستم که انشالله شروع کنی کار کردم. خب بریم سراغ بحثم. من نمیم چرا هنوز شیر نشده، گوگل رو زدم. درسته شما هنوز نداری تصویر گوگل رو؟ لطف کنید که گوگل رو همه باز کنم تو صفحه این. من نمیم چرا این چرا طول کشید، نباید طول بکشه. من دوباره قطعش میکنم، دوباره سعی میکنم میشه. چیز خاصی هم نیست، پاورپوینت هم راحت بود ولی چرا خراب شد میکنم. من بیارم اما را اذیت نکنم. الان چون خیلی همه دارن از عنوان حالا یک اوقات فراغت یا ابزار پر کردن اوقات فراغت از اینترنت استفاده میکنه، یه مقدار متاسفانه خط اینترنت دچار کندی شده. مشکلی نداشتم، نمیدونم چرا الان ایجاد شد. شاید باید یه پیامی بدم که اونا اگه مشغولن استفاده نکنن. خب دوستان ببینید، ما توی اسلاید چندین شمارش هم بگم که دوستان بدونن، اسلاید 8 مادرش. خب گفتیم موتور کاوش گوگل نوع جستجوش، نظام جستجوش چیه؟ بیسیکه، یعنی ظاهرش خیلی ساده است، شبیه سیمپل سرچه، اما ما میتونیم توش فرمول بزنیم، کوئری بزنیم و این میشه، یعنی فرمول بزنیم چون اون ساده هم کوئری قبول میکنه، ما میتونیم توش فرمول طراحی کنیم و اینو بهش میگن بیسیک سرچ. یعنی ظاهر سیمپل اما ادوانس، البته از ادوانس هم قوی تره. یعنی شما الان برید تو ادوانس سرچ گوگل محدودیت ترکیب عملگرها رو دارید، ولی اینجا به راحتی میتونید عملگرها رو به ان تعداد هر چقدر خواستید با هم دیگه ترکیب کنید. خب دوستان ببینید، ما اولین جستجویی که اولین عملگری که میخواییم باهاش آشنا بشیم عملگر کوتیشن هست. یه جستجویی داریم به نام جستجوی عبارتی، فریز سرچ. اون چیه؟ ببینید همیشه که شما وقتی میخواید سرچ کنید، به خصوص توی
بافت آکادمیک و به خصوص شما که به عنوان پژوهشگر هستید، مفاهیمی رو که میخواید سرچ بکنید در قالب بیش از یک واژه همیشه بیان میشه، یعنی همیشه در قالب عبارات هم. شما تک کلمه یا تک واژه هیچ وقت سرچ نمیکنید. مثلا اینجور نیست که خانم دکتر جوالی چی بود موضوع پایان‌نامه‌تون؟ مدل‌های انتخاب همسر. خب مثلا هیچ وقت نمیزنیم مثلا انتخاب و جدا سرچ کنیم؟ انتخاب کنیم چی بیرامونده؟ بی نهایت 289 میلیون صفحه، اونم توی 29 صدم ثانیه آورده. حالا میدونید اینو توضیح دادم اونم. یا نمیزنیم همسر، خب این که خب معنی نمیده که این خیلی اصلا مثلا این همسر فیلم همسر نه همسر اصلا اینا مناسب نیست. یعنی ما تک واژه سرچ نمی کنیم، همیشه نیاز داریم که در قالب عبارت سرچ کنیم. درست شد؟ یعنی انتخاب همسر. اگه میخواید عبارت سرچ کنیم، یعنی بیش از یک واژه رو، بیش از یک واژه رو میخواید سرچ کنید، عرض کنم خدمتتون حتما توی کوتیشن بذارید، دو طرفش در کوتیشن بیاد. درست شد؟ حالا ببینید مثلا در انتخاب همسر چه نکاتی باید رعایت کرد. 10 معیار اشتباه در انتخاب همسر، افغان مهم در انتخاب همسر، معیارهای انتخاب همسر، نگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و غیره. پس ما اینکه بتونیم سرچ عبارت رو سرچ کنیم در چی میاریم؟ در کوتیشن. و شما چندین عبارت رو هم میتونید همزمان در کوتیشن سرچ کنید. شما چی بود خانم معیارهای میگم دکتر، تدوین الگوی انتخاب همسر مبتنی بر روایت زندگی. حالا مثلا اینجا یه الگو هم میگم چی بود دیگه آخرش؟ مبتنی بر روایت زندگی، روایت زندگی. آره. مثلا اینجا ما الان سرچ کردیم، این خب نتایجی که میاره مرتبط تره. چرا؟ هم صفحاتی رو میاره که هم توش عبارت انتخاب همسر وجود داره، هم الگو توش وجود داره و هم روایت زندگی. یعنی این سه تا الان کاری که انجام داد، ببینید الان چی کار کرد دوستان. اومد گفت که صفحاتی رو برای من بازی کن. چقدر اومد؟ 1290. چقدر کم شد؟ این میشه دقت و مانعیت در جستجو. دقت سرچ رفت بالا. انتخاب همسر رو الان چه صفحات؟ تو این صفحاتی که اینجا میگه شما روش کلیک کنید، هم عبارت انتخاب همسره، نه انتخاب جدا همسر جدا، عبارت انتخاب همسر توش اینجا ببینید بولد کرده، نگاه کنید دوستان بولد شده، هم کلمه الگو توشه که به ما کمک میکنه، هم روایت زندگی که اینجاست. اصلا سوال دارم بفرمایید. اصلا انتخاب همسر تو کوتیشن گذاشتید، الگو رو الگو تو یه واژه هست نمیخواد. آفرین. آها بعد روایت زندگی واژه هستن آفرین نمیخواد. تک واژه رو تو یه چیز نمیم. سوال خیلی خوب. بیش از یک واژه هم میشه و روایت زندگی، یعنی روایت زندگی هم چون عبارتش مطرحه نه جدا جدا، من اینجا میارم. الگو چون یه کلمه عام هم هست دیگه، اینا رو بهش میگن نان تاپیکال سرچ، یعنی نان تاپیکال سرچ ترمز. حالا مثلا اصطلاحات غیر موضوعی هن، عمومی هن، مثل تعریف، مثل نقد، مثل دیدگاه، مثل نمیدونم مقدمه، اینا عمومی هن، با هر چیزی قابل ترکیب هن. درست شد؟ پس اینجا الان شما اگه سرچ کنید، سرچ که الان انجام بدید دیگه، هم روایت زندگی توش که هم انتخاب همسر توش، هم الگو هم اومده مثلا داخلش. اصلا کوتیشن یعنی عمر یعنی جمع؟ نه 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 جمع نیست اصلا کوتیشن. کوتیشن اگر بخواد بر اساس این الان به بحث بولیان آپریتورز کاری نداره، یعنی به عملگرای بولی نیست، ولی اگه بخواد بر اساس اینا ادجیسنت هم. یعنی چی؟ یعنی مجاورت، همراهی واژه ها در کنار هم دیگه با ادجستنس بهشون میگن آفرید. منتها اینجا عبارت یک همراهیه که ترتیب توش مهمه، یعنی من میگم اول انتخاب باشه بعد همسر باشه، یعنی که انتخاب همسر باشه ولی حالا هر جا بودم. اگه من بذارم همسر انتخاب، دوباره میاره صفحاتی که اول همسر بعد انتخاب میشه،
یعنی پس بهش میگن عملگرهای مجاورتی، اما مجاورتی که ترتیب در اون مهمه. یه بار دیگه میگم عملگرای عملگر کوتیشن یا عبارتی که خیلی هم استفاده میشه، یعنی شما یه سرچ تو همه سرچ ها تو مر استفاده کنید، تو شما تک واژه استفاده نمیکنید که دیگه این یادتون باشه هر چی دیگه از یک کلمه بیشتره و تو کوتیشن باشه تو گوگل و همه جا تو همه دیتابیس ها هم همینطور. پس اینه دوستان، عملگر عبارتی عملگر مجاورتیه که عرض کنم خدمتتون ترتیب در اون مهم هست، درست شد؟ حالا فرض کنم مثلا من اینجا بیام یه واژه دیگه هم انتخاب کنم بزنم، انتخاب همسر مناسب مثلا، دوباره چون از یه واژه بیشتری باید توی عبارت بشه، این احتمالا تعداد نتایج خیلی کم میکنه، از 1029 تا شد 337 تا، به خاطر اینکه خیلی خاص شد دیگه انتخاب همسر مناسب، درست شد؟ خب حالا بریم سراغ عرض کنم خدمتتون. من یه توضیح کوچیکی بدم اینجا، اگه بتونم همین الان مثالام پیدا کنم خوبه، ولی فعلا یه چیزی من یادم رفت خواستم قبلی که استفاده کنم فراموش کردم. این چیه بچه‌ها؟ ببینید ما توی گوگل گفتیم اینا نمایه‌هاش مثل نمایه‌های پایانی کتابه، درست شد؟ شما در نمایه‌های پایانی کتاب ببینید اصطلاحات موضوعی استخراج شدن، بعد جلوشون شماره صفحه خورده، یعنی مفته تو مت در مورد این اصطلاحات توضیح داده، اینم شماره صفحه است. اگه یادتون باشه توضیح دادم که این گفتم اینجا به جای شماره صفحه آدرس صفحات میخوره، URL، یعنی چیزی که این بالا میاد بهش میگیم URL، یعنی اینجا اومده این صفحه رو پیدا کرده، آدرسش هم که این بوده مثلا goida.ir فلان، اومده این آورده. الان ما اگه بزنیم رو این به جای اینکه بره اون شماره صفحه رو بیاره میره آدرس اون صفحه رو میاره، این آدرسه. یعنی الان در گوگل این واژه انتخاب، واژه همسر، واژه مناسب، دقت کنید واژه معیارها، واژه اسلامی، جدا جدا اومدن جلوش این آدرس خورده به جای شماره صفحه و آدرسای دیگه که توش مناسبه، آدرسای دیگه که صفحاتی که توش همسره، آدرسای دیگه که توش انتخابه و غیره، درست شد؟ خب از کجا پس گوگل میتونه بگه وقتی اینا جدا، اینا همه جدا هم. تک واژن دوستان، همه اینا تک واژن، بهشون میگن word indexing، نمایه‌سازی واژه‌ای. بنویسید خوبه، حتی دوستان که رشتهشون نیست مسلط باشید. گوگل نوع نمایه‌سازیش word indexing، نام که متخصص علم اطلاعات که باید بنویسم، یعنی نمایه‌سازی واژه‌ای، میره واژه‌ها رو استخراج میکنه، درست شد؟ هر واژه‌ای تو متن میاره، به کانسپت ها کاری نداره، یعنی در برابر کانسپچوال ایندکسینگ، نمایه‌سازی مفهومی که اون انسان بیشتر انجام میده، البته الان هم ماشین ها مفهومی انجام میدن، ولی حالا فعلا اینجوری یاد بگیریم، اون میره بحثای تخصصی نمایه‌سازی که انشالله بعد از این دوره خواهیم داشت. خب اینجا سوال پیش میاد که اگر اینا جدا جدا هستن، یعنی گوگل تمام این سفر هر چی واژه هست اینجاها اینجاها همه رو جدا جدا کرده به صورت واژه واژه آورده، حتی از و در و حتی این در جدا اومده، بعد اومده جلوشون شماره اون آدرس صفحات که کلمه در اومده توش رو آورده. حالا اینجا سوال مطرح میشه، پس گوگل از کجا بهش میگه صفحاتی رو بیار که انتخاب و همسر کنار همدیگه اومده باشن و تازه انتخاب اول اومده باشه همسر بعد، از کجا متوجه میشه؟ آها، گوگل این به عنوان یکی از ویژگی های بزرگ موتورهای کاوش، یعنی خودشون مانور میدن اینو، قابلیت بزرگ خودشون میدونن، میگن ما وقتی میریم توی صف اینجا ربات میاد اونجا از این آدرسه که حالا این آدرسه رو کجا پیدا کرده گفتم، یه سری آدرس پیشاده از طریق اون آدرسه رسیده به این، از این آدرس اومده اینجا رو این سفر رو پیدا کرده، عکس گرفته ازش، سنپ شات، هر چی توش عکس گرفته، البته عکس گرفتن نیست، مثال نیم عکس به معنی اینکه هر چی توش هست درست اکستراکت کرده، کپچر کرده، یعنی استخراج کرده. خب اکستراکت یا کپچر، بچه‌های علم اطلاعات الان بنویسید واژه‌ها،
استخراج کرده، هر چی تو اینا استخراج کرده، هر چی واژه، هر چی میبینید اینجا، این ساله مهدوی دانستنی یا قبل ازدواج مذهبی نیاز به توی استخراج اینا رو ارده بیرون و این آدرس تر جلوشو زده، برده با بقیه صفحاتی که کلمه پاسخ توشون بوده، با بقیه صفحاتی که کلمه انتخاب توشون بوده اونجا جلوش آدرس آورده. درست شد؟ خب پس چگونه گوگل میتونه بفهمه انتخاب همسر بین میلیارد ها صفحه‌ای که میلیارد صفحه‌ای که ایندکس کرده چجوری میتونه اینو بفهمه؟ دوستان منطقه باباش علاوه بر اینکه این واژه ها رو در پاسخ و فلان میان مختصاتشون هم استخراج میکنن، یعنی میگه این پاسخ کجای صفحه قرار گرفته. شما اگه در عکس ببینید، الان من هایلایت کردم، درست شد؟ این نشون میده که این از بالا سمت راست، سمت چپ و پایین کجای صفحه قرار گرفته، ولی که اون که نمیاد صفحه رو اندازه بگیره، بگه که 4 سانتی متر از بالا، مثلا 10 سانتی متر بالا، 8 سانتی متر از مثلا راست، 20 سانتی متر از چپ، والا اینجوری که نیست، اینکه اصلا معنا نمیده توی صفحه بعد. پس چیکار میکنه؟ تعداد کاراکترها رو در نظر میگیره. پاسخ اینجا چندمین کاراکتر توی صفحه است. همه اینا رو میشونه، میدونید فاصله ها کاراکتر حساب میشن، میشماره اون میشماره ماشینی، نه که دونه دونه مثلا آب بشماره، اون سری در میاره اینا رو، در کمتر از کسی از ثانیه همه اینا رو استخراج کنه. کاراکترها اینجا، بعدش کاراکترها از طریق تعداد کاراکترها اینو تعیین میکنه که این کجا قرار گرفته. و وقتی شما میزنید توی کوتیشن انتخاب همسر، میره کلمه انتخاب و کلمه همسر رو در صفحاتی پیدا میکنه که مختصاتشون چطور به هم نزدیکه، یه دونه اسپیس، یه دونه کاراکتر فاصله دارن، و میره اون صفحه ها رو بازی میکنه. حالا من و وسطش اگه بشه، چون میخوام وقتمون رو نگیریم، یه مثالی براتون میارم، خیلی جالبه. پشت صفحه رو ببینید چیزی که گوگل ایندکس میکنه چیه. خیلی خیلی قشنگه اون مثال، نشون میده که این واژه ها رو دونه دونه در آورده و بهتون میگه که از چهار طرف کجای صفحه است. یعنی میگه از این ور چند کاراکتر، از این ور چند کاراکتر، از بالا و پایین چند کاراکتر. خیلی قشنگه اون مثال، ان شاء الله حتما اون مثال رو نشون میده. اگرم الان دیدم وقت میگیره، اسنپ شات میگیرم توی واتساپ میفرستم که یه صوت هم میذارم روش که لذت ببرید. من فقط یادداشت کنم مثال جستجوی عبارتی در XML خیلی قشنگه. حالا من اونو حتما بهتون نشون میدم که ماهیگیری یاد بگیرم. خب پس ما کوتیشن رو گرفتیم، ما هرچی از یک واژه بیشتر بخوایم سرچ کنیم باید تو کوتیشن بزنیم دیگه. از این به بعد هرچی خواستیم بزنیم نمیزنیم. مدیریت اطلاعات، مدیریت اطلاعات اومده مدیریت و اطلاعات رو جدا صفحات میاره که هم مدیریت توشه هم اطلاعات. حالا خود گوگل میاد هوشمندانه مدیریت اطلاعات میاد، ولی اینجا نکن مدیریت جداست. مدیریت به معنی سازماندهی و کنترل ساختار ترکیبات، اطلاعات جداست. پس مدیریت اطلاعات میره با هم دیگه. اگر ما تو کوتیشن بزنیم الان ببینید چقدر شد، 125 میلیون صفحه. یعنی چی دوستان؟ دقت کنید، 125 میلیون صفحه ای رو آورده که کلمه مدیریت اون اومده، کلمه اطلاعات اومده، ولی لزوما پشت سر هم نیستن. ممکنه بالا مدیریت اومده باشه، پایین اطلاعات. ممکنه بالا گفته مدیریت سازمانی، پایین گفته اطلاعات تماس. اینا رو هم براتون میاره. ما به اشتباه گفتیم دقیقا چی میخوایم. اما وقتی من کوتیشن بزنم چقدر تعداد عوض میشه، تعداد واژه ها. خب یه نکته هم خواستم بگم، یادمون نره که خانم جمالی به من یادآوری کنه. خب نگاه کنید، من اینجا الان میارم اینو توی کوتیشن، تعداد چقدر بوده؟ 125 میلیون البته توی 38 ثانیه شد 2,750,000، 123 میلیون کم شد، 122 میلیون و 250 هزار تا رکورد کم شد. چون ببینید اونا اضافی بودن، اینجا دیگه فقط صفحات میاره که مدیریت اطلاعات حتما پشت سر هم اومده. ولی سوال مطرح میشه آقا امکان داره اینم بیاره؟ آره آورده، چون
اون کاری به این نداره که مدیریت جدا آمده اطلاعات نیومده اطلاعات جدا آمده، اون صفحاتی میاره که حتما مدیریت اطلاعات پشت سر هم اومده باشن. منتها ملاک این که ما بفهمیم جستجمون درسته یا نه چیه دوستان؟ ملاک این که ما بفهمیم جستجمون درسته یا نه چیه؟ بولد میکنه، هرچی که براتون جستجو کنه اینجا بولد میکنه، شما بفهمید چی رو براتون پیدا کرده. درست شد؟ پس شما از توی اینا میتونید بفهمید. تو قبلی نگاه کنید، مدیریت بولد بود، اطلاعاتم بولد بود، مدیریت اطلاعاتم بولد بود، ولی وقتی من خواستش کردم فقط مدیریت اطلاعات رو بولد کرد. درست شد؟ خب حالا من یه نکته، این یه نکته خیلی مهم، حتی این راستی برمانیه برای که جستجوتون درست بوده یا نه اینو میارید. بعدا میگم عملگرا رو اگه اشتباه بزنید عملگرا سرچ میکنه میاره عین خود عملگرا، و یعنی که اشتباه دارید شما، چون عملگرا که نباید سرچ بشه که. درست شد؟ خب اینجا بگم بچه ها بگم اینجا رو یه نکته دیگه هم بگم، یه نکات جستجو داریم به نام ترانکیشن، یعنی کوتاه سازی. کوتاه سازی ترانکیشن، TRUNCATION، ترانکیشن کوتاه سازی. اینا خود به خود کوتاه سازی رو پشتیبانی میکنه. این چی؟ یعنی شما بزنید اطلاع مدیریت اطلاعات بدید، اطلاعاتی رو هم میاره، مدیریتی رو هم میاره، یعنی کوتاه سازی. طاهر بزنید، طاهری و طاهرزاده و طاهریان و طاهرپور و همه اینا رو باز میاره براتون. پس خودش کوتاه سازی رو در نظر میگیره. اگه واژه‌ای بزرگتر هم بشه باز ادامه داشته باشه، ببینید منابع اطلاعاتی رو اطلاعاتی رو آورده. پس اینجا میگه اگه مدیریتی هم باشه میاره، مدیریت ها رو میاره. این همه رو به این صورت. خانم جمالی صدای میکروفونتون، فکر کنم میکروفونتون فعال، صداش میاد توی صفحه. اگه ممنون میشم که موقعی که میخواد صحبت کنه فعالش کنه. خب ما بله مرسی خانم جمالی که زدید ترانکیش، ممنون. صدا روژان گفته صدا تو بسته، ببینید خوب شد من نزدیک گرفتم، شاید به خاطر اینکه خود فاصله داره. من عذرخواهی میکنم، با دهان من خود فاصله داره، الان گرفتم نزدیک، الان خوبه دیگه، الان باید خیلی خوب شده باشه. یعنی من میکروفونو گرفتم کاملا جلوی دهانم. خب عرض کنم خدمت شما که بریم سراغ نکات بعد. حالا این سلام عملگره بعد. پس اون مثاله رو حتما یادم بندازم برای شما بفرستم، چون خیلی مثال خوبیه. بریم عملگره دوم. واقعا یه عملگره خیلی قشنگی در گوگل هست که واقعا رفتار اطلاعیابی حرفه‌ای میده. من خیلی با این آشنا نیستم، ازش استفاده نمی‌کنم، ولی عجب عملگره. عجب عملگره. یه عملگری داریم به نام سایت بچه‌ها. سایت دو نقطه. بعد با کوچیک باشه عملگر. ببینید دقت کنید، اینا همه یادداشت ها، اینا همه یادداشت میشه. دوباره این فیلمو میبینید تا فردا براتون میفرستم این که شد قشنگ. تو سایت می‌نویسی؟ نوشتم الان. نگاه کنید من چی میگم، دقت کنید. اول گوگل یه نکته است، همه بنویسن نان کیس سنسیتیو. یعنی چی؟ یعنی به حروف کوچیک و بزرگ حساس نیست. نان کیس سنسیتیو، شما چه حروف بزرگ بزنید چه حروف کوچیک بزن براتون همون رو سرچ میکنه، براش فرقی نمیکنه. پس اگه اشتباه نکنه اوه حالا این که حرف اولش بزرگ بود بقیه کوچیک، من همه رو کوچیک زدم یا بزرگ، هیچ فرقی نداره. گوگل نگاه کنید، اینو نشونتون بدم، من بزنم information management با حروف بزرگ، میره حروف کوچیکا رو میاره بولدم میکنه، هیچ فرقی براش نداره. با حروف کوچیک هم بزنم همین میشه، هیچ تفاوتی نداره. پس نان کیس سنسیتیوه. ببینید ما حروف بزرگ میگیم اپر کیس و حروف کوچیک لوئر کیس.
یعنی حروف کوچک و حروف بزرگ. خب حالا عملگر سایر، توی عملگرها حروف کوچک و بزرگ باید رعایت بشه. در عملگرها حروف کوچک و بزرگ باید رعایت بشه. الان خوب شده ولی الان خوب شده به نظرم. خب یه بازخورد رو هم بده. خب عرض کنم خدمتتون که مشکل نیست کنم که انتر زاده تا همین الان هستی خیلی ممنونی. خب ببینید، حالا یه تیکه من میخواستم سرچ کنم مجبورم دستم رو بردارم. حالا شما چیز رو ببینید، تصویر رو نگاه کنید. نکته در مورد عملگرها نان کیس سنسیتیو نیست دیگه، کیس سنسیتیوه. یعنی چی؟ یعنی حتما باید حروف کوچیک، اگر حروف کوچیک، حروف بزرگ، حروف بزرگ، همون چیزی که میگم باید بزنید، نه هیچ دخل و تصرفی توش نباید باشه. عملگر سایت، سایت با حروف کوچیک دو نقطه، نه قبل دو نقطهش فاصله است، نه بعد دو نقطهش، نه هیچ کدوم با حروف کوچیک بزرگ نمیشته میشن. سایت با حروف کوچیک دو نقطه، همه میبینن دیگه. اول گفتم میتونید اون سمت چپ تصویرتون اون علامت چهار تا فلشه که هست اونو بزنید، کاملا فول اسکرین بشه، اون استفاده کنید. درست شد؟ خب عرض کنم خدمت شما که ما بنابراین گفتیم که این گوگل نان کیس سنسیتیوه، اما در مورد عملگرا کیس سنسیتیو. و عملگرا عین خودشا، عین همونی که میگم بزنید، هر چی اسپیس بزنید، کلمه زیاد کنید، هر چی بزنید غلطه بچه‌ها. پس اینو دقت کنید، یه چیزی که اکثرا رعایت نمی‌کنه همینه. میدونن سایت چیه ولی اشتباه میزنن، هیچ فایده هم نداره. پس اینجا من میزنم سایت دو نقطه. حالا این چیه، چیکار میکنه بچه‌ها؟ دو تا کار خیلی بزرگ و کلیدی انجام میده که شما باهاش خیلی کار دارید، به خصوص یه ریسرچ. خصوص شما که برای کار پژوهشی میخواید از گوگل استفاده کنید. یک، من میتونم جستجومو محدود کنم به یک سایت خاص، یعنی توی سایت خاص سرچ کنم، بگم فقط برو این مدیریت اطلاعات که من بزنم توی ایران داک بزن، بیا فقط از سایت ایران داک، جای دیگه هم نباشه. نگاه کنید، ایران داک. من الان یه خورده فاصله پیدا کردم، دارم دو تا دستم مشغوله. ایران داک دات تکسی دات آی آر فاصله اطلاعات 18700 صفحه آورد، همه‌شون بدون استثناء از ایران داک. نگاه کنید ایران داک، از هیچ سایت دیگه ای نمیاره برام. ایران داک، ایران داک، ایران داک، ایران داک. فقط رو توی سایت خاص سرچ کنم. من اون سایت برام مهمه، فقط تو اون سایت سرچ کنم. خب من چه کاری میرم تو ایران داک مدیریت اطلاعات رو سرچ میکنم؟ الان بهتون میگم. یک، جستجویی که گوگل داره از خود سایت ها قوی داره. یعنی اگه میخواید از این به بعد برید توی سایت سرچ کنید، درست شو یه بیاید تو گوگل سرچ کنید، تو گوگل خیلی قدیمتر سرچ کنه. حالا ایران داکی مثلا که زدم که اصلا کلن دفته سرچ گوگل گذاشت، سایت های حرفه‌ای میرن سرچ انجین گوگل رو میذارن روش، کاستم سرچ انجین، که حالا اگه شالا جرسی تا آخر میگم همینه. یه کدی گوگل میده، شما میذارید توی صفحه اصلی سایتتون و دیگه اون میاد کامل ایندکس میکنه و سرچتون میشه سرچ گوگل. منتها همین باکس گوگل که اینجا میبینید تو خود سایت میبینید، تو خود سایت میبینید و وقتی سرچ میکنید میره اونو میاره. پس گوگل جستجوی حتی تک سایتیش از خود اون سایت بهتره، نکته اول. و شما تازه میتونید عملگرهای مختلفی، شاید اون سایت این عملگرها رو نداشته باشه.
شما تو سایت دانشگاه علامه طباطبایی جستجوی پیشرفته ندیدید. اگه بخواید مثلا اندو اینا بکنید، بهتر بیاید همینجا انجام بدید. یعنی مثلا اینجوری من انجام بدم، حالا اندو فعلا در اول ندیدید چون هنوز نگفتم، ولی اینجا من میزنم atu.ac.ir، بعد میگم که حالا اینا چیه، بعدم میگه، بعد میگم دکتر سید مهدی طاهری. اصلا نمیتونم همچه جستجو تو سایت دانشگاه علامه انجام بدم. اند خانه دیجیتالی. تمام صفحاتی میاره که هم دکتر سید مهدی طاهریه و هم در اون کتابخانه دیجیتالیه. شما میتونید تو سایت دانشگاه علامه جستجو انجام بدید. غیر از این جستجو بیشتر نداره، برای عملگرایان هم ساپورت نمیکنه. حالا پس اولا تو جستجوی خود سایت گوگل بهتره. نکته خوب، سوال واقعا سوال عالی بود، آفرین به خانم جمالی. خب اما یه نکته دیگه دوم، بچه ها من میتونم دو تا سایت همزمان درست کنم. یعنی چی؟ یعنی بگم اینجا سایتی که میخواد سرچ کنه یکی ATU باشه. کاش کنو هم حفظ نمی کردم، من هم میبینم صفحه قبل بودیم اینجا و دو تا سایت رو سرچ میکنم. نگاه کنید بچه ها، اینجا بعد میارم اور، بعد میارم سایت، حتی اینو فکر نکنم اینو بیاره، ولی حالا میزنم nlai.ir. نمیدونم که کتاب خونه ملی هم من یعنی چیزی اینجوری از من سرچ بیارم. من گفتم برو از هم دانشگاه علامه و هم سایت کتابخانه ملی بیار که اطلاع همش از سایت دانشگاه علامه میاره. حالا یه چیز دیگه بزنم، مثلا این کتابخانه بیشتری رو حذف کنم، چون اینجوری نداره. اینجوری بشه، بعد اینجوری بشه، حالا اینجوری شد بیار. این هم دیگه میره از کتابخانه ملی میاره، هم از سایت دانشگاه علامه که باز بیشترش دانشگاه علامه هستیم. شاید به این شکل اینجوری نیومد. حالا شاید مثلا اینو حذف کنم، اینو بکنمش مثلا ibla.ir بهتر باشه. این دیگه حتما یه چیزی به نام دکتر مهدی طاهری داره توی چیزش. اینا ibla، ببینید ibla.ir آورد، اینم از ATU. درست شد؟ پس من دو تا سایت هم دارم سرچ کنم. آقا میشه سه تا سایت رو با هم دیگه سرچ کنید. درست شد؟ یعنی همزمان میتونم من چند تا سایت رو با هم دیگه سرچشون کنم و بینش با همین شکلی که الان میگم دارم دو طرفش فاصله، دوباره آدرس سایت بعدی، دوباره همجوری باید پرانتز بیاد. حالا اینا رو میگم بعدم. پس من غیر از اینکه یه سایت میتونم علاوه بر یک سایت چندین سایت رو همزمان با هم سرچ کنم و جستجو من محدود کنم به اون سایت ها، چون اون سایت های مورد علاقه منم مهمه. شما میتونید یه چنین کوئری درست کنید توی ورد ذخیرهش کنید یا توی فایل تکست، توی مثلا فایل ورد ذخیره کنید، میگه همیشه میخوام این سایت ها رو برای من بگردید. اولش بیاید اونو کاپی پیست کنید، بعد سرچ کنید. اون میره فقط این 10 تا سایتی که شما گفتید براتون سرچ کنه. سوم خیلی عملگر سایت، عملگر خوبیه، خیلی خوبه. من میتونم دومین سرچ کنم بچه ها، نه فقط سایت. آخر آدرس سایت ها، آخر آدرس اصلیشون دیدید .ir داریم، .com داریم، .net داریم، .org داریم، .ac.ir داریم مثلا و غیره. اینا رو میگن دومین بچه ها، و هر کدوم از این دومین ها فعالیت سایت ها نشون میدن. .com مال تجاری هست، کامرشل، مخفف کامرشل هست. سایت های تجاری همشون دات کام، دات آی آر یعنی سایت ایرانی، سایتی که مال ایرانه، دات آی آر، دات یوکی یعنی سایت انگلیسی. ببینید smtahiri.ir سایت منه که مال ایرانه، British Library میشه bl.uk مال انگلستانه. ببینید یه سایت ایرانیه با دات آی آر،
دامین میگن دامین. دات آیان میشه دامین. دامینی. این انگلیسی بود. دات یوکی مال کتابخانه ملی انگلستان است. خب اینجا نگاه کنید. اینا رو ما ببندیم. بعدم خواستیم باز کنیم. کاریش نداشته میشه. اینا خب پس من میتونم حالا این پست داره بله دا سایت های آموزشی با ایجو ایدیو ایژوکیشن ایجو شروع میشن ایدو ایدیو حالا ایژوکیشن اینا یعنی آموزشی هم ارگ یعنی ارگانیزیشن یعنی سایت های سازمانی درست شد جی او وی یعنی گاورمنت یعنی سایت های دولتی مال امریکا .gov همه این سایتشون government اگه غیر از امریکا هر که خواسته باشه باید .ir بیاره مثلا سایت دولت ایران .gov.ir یعنی .gov.ir درست شد پس دقت کنید که حالا چه حسنی داره؟ خب من مثلا میخوام برم تو سایت های دانشگاه ایران سرچ کنم همون موضوع خانم جمالی اما فقط از سایت های دانشگاه ایران چرا؟ خب مرتبط تره میره برای میره منابعی اونه که تو سایت های دانشگاهی بوده احتمالا پایان‌نامه از احتمالا یک کتاب دانشگاهیه احتمالا یه مقاله مهم دانشگاهیه پس خیلی متفاوت میشه توی مطلب وبلاگی و غیره و یا سایت هایی که نامعتبرن نگاه کنید چی دور سرچ کنم .ac.ir انتخاب همسر ۱۲۴۰۰ تا انتخاب همسر فقط از دانشگاه ها آورده SBU نمیدونم من کجا میشه .ac.ir شاید بهشتیه دیگه بخش شاید بهشتی خوش اومد mums.ac.ir دوباره شاید بهشتی حالا این QAU کدوم دانشگاه هست اولش باید نگاه کنیم مال کدوم دانشگاه ولی هرچی میاد از دانشگاه ایرانه خیلی منابع معتبرتره فقط از دانشگاه ایران اومده فقط از دانشگاه ایران همه سایت هایی که آخرشون .ac.ir دارن خب این کیفیت سرچ شما و اعتبار منابعی که بازیابی میکنه بالا تر میبره اصلا AC مخفف چیه؟ اکادمیک که میشه اکادمیک .ac خالی مال امریکاست هر کشور دیگه ای که اکادمیکشو بخواید بیارید بعد اونو بزنید مثلا .ac.uk مال دانشگاه انگلستانه .ac.ir مال ایران به همیشه مرسی این سوال های خوب خانم جمالی خب پس منطقه نگاه کنید .ac.ir کم و زیادش نکنید خواهشن این خود این آیا میتونم برم سایت ببین اگه ایشون بخواد سایت خوب رو بگرده سایت خوب چیا هستن یا همین .ac.ir ایرانی ها چون ایرانی هم باید سرچ کنه چون موضوعش هم ایرانی انتخاب همسر بود نگاه کنیم او آر هر که بخواد منابع خارجی بیاره وقتی میگه یه بحث دیگه که بعد بهت میگم سایت .org هم هست یعنی سایت های سازمانی مؤسسات پژوهشی همه .org هم سازمانی هم این میره .org ها رو میاره مثلا این چی بوده؟ ازدواج.org این چه مؤسسی هم نمیدونم هرچی خیلی رسمیه که دات اورگم هست یه مؤسسه رسمیه میشه ایشون بخواد سرچ کنه محتوای این مؤسسه ازدواج دات اورگ رو نبینه نمیدونم به کجا هم مرتبط میشه این سایت سازمانی خیلی مناسب معتبر ارزشمنده پس من میگم هم برو تو سایت سازمانا بگرد هم توی سایت های دانشگاهی موقع چیزی که برای من میاره چیزای معتبرن این مثلا پرسامان که خب یه سایت معتبره دیگه بکنم من نهاد نمایندگی ولی فقیه پرسامان.org دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه تو دانشگاه فهم کنم ولی اونجا
خیلی هم کار کرده روی موضوعات. خب پس ببینید چقدر مورد عالی شد این عملگر سایت. پس میتونم هم دومین سرچ کنم، هم میتونم سایت سرچ کنم و هر دو تاشو با هم، یعنی آدرس سایت بزنم بعد یکیش هم دومین بزنم. عجب عملگری بودی. من دیگه فقط محتوامو انتخاب میکنم. دوستان در محیط اعتبار منابع خیلی مهمه و شما نمیتونید منابعی رو استفاده کنید که چون منابع زیاد هستن ممکن مثلا اینجا الان سرچ کنیم بدون اینا برید توی وبلاگ هم بیاره، اون وبلاگ خیلی معتبر نیست که. ممکنه وبلاگای خوبم داشته باشین ولی خیلی معتبر نیستن. اصلا قبولم نمیکنم شما تو اگه تزا توی این هر وبلاگ بیارید اصلا اشکال میگیرم، میگم چرا وبلاگ بردید منبع اصلیشو بیارید یه سایت معتبر بیارید. خب اینجا ما به راحتی تونستیم دامنه جستجومون رو محدود کنیم به یه وبسایت خاص که و یا به یک دومین خاص، یعنی سایت هایی که همشون آدرسشون منتهی میشه مثلا به .ac.ir یعنی تمام دانشگاه ایران، به .org یعنی تمام سازمان ها، حالا چه ایرانی چه خارجی. وقت من اون انتخاب همسری که زدم یه خودش میده فارسی میاره، محتوای فارسی. ممکنه از یه سایتی هم باشه خارجی باشه، یعنی ایران نباشه ولی فارسی داره، در مورد انتخاب همسر اونم میاره. مهم اعتبارشه. خب آیا من میتونم اینجا صفحه بزنم؟ آره صفحه هم میتونید بزنید، یعنی میتونید اینجا صفحه بزنید و فقط برای از یه صفحه خاص براتون میاره. میلاد جان شما این؟ بله بله، من یه نکته بگم. بله من یه چیزی که سرچ کردم استاد فتایی رو تو ایرانداک سرچ کردم. برام جالب بود که همین زیر مجموعه های ایرانداک هم می آورد. یعنی مثلا گنجش هم می آورد اگر چیزی از استاد فتایی ساعتش هم بود. فرق نداره، اون پاهای آدرس. اونا چون ساب دومینن میلاد. ساب دومینا با قبل از سایت شروع میشن. یعنی مثلا میشه مثلا thesaurus.com مثلا جی اون مجلهشون میشه JIMP اگه اشتباه نکنم، اون اینا میشه داد فلان، اینا ساب دومینه. این کل سایت در نظر میگیره، فقط اون خاص رو نمیاره. شما اگه اون خاص سر بزنی فقط میره همون رو میاره، یعنی میتونی خاصش کنی. میخواستم اینجور خیلی بهتره چون من میخوام مثلا گرسش کنم باید هر کدوم رو میبرم یه بار سرش. آفرین جامعه تره. و نکته دومش این که ادامهش هم اگه آدرس صفحه باشه اونا رو هم میاره، یعنی هر آدرس صفحه‌ای که توش .ac.ir باشه، حالا چه ساب دومین داشته باشه، چه سایت اصلی باشه، صفحه اصلی باشه چه نه، همه رو براتون بازیابی میکنم. خواهش کنم. خب الان نگاه کنید، پس ما اومدیم اینو اومدیم توی سایت رو هم سرچ کردیم، من نکاتش هم گفتم، دومین هم گفتیم میتونیم سرچ کنیم و این حالا دوتا عملگر دیگه. حالا ببینید ما با این عملگر ها بعدا چه غذاهایی میتونیم بپزیم که خیلی عالی باشه. خب مرحله سوم بدیم سراغ عملگرهای بولی که حالا هر چقدر چه تونستیم امروز میگیم. عملگرهای بولی چی هستن بچه؟ سه نوع عملگر داریم که مال منطق بولیه و اون اومده یه ریاضیدان اینو درست کرده که اومده سه نوع، یکی انده، یکی اوره، یکی نات. خب اینجا من یه تصویری دارم که شاید این تصویر خیلی خوب باشه و به دردتون بخوره. توی همون اسلاید نو من ترسه الان اینو شیک کنم، داره بخوام گوگلش میکنم مشکل ایجاد بشه. اسلاید نو این نمودارهای من که نشون میده انده و روناتو من آوردم و میتونید برید ببینید، خیلی هم جالبه. حالا من همجوری توضیح بدم. اول بریم عملگر اند رو ببینیم که خیلی پر کاربرد هست. عملگر اند ببینیم عملگر اند چیه. ببینیم یه عملگره بود. اند چی کار میکنه؟ وقتی من میگم که مه مثلا لو فارسی میزنم انگلیسی هیچ فرقی هم نداره بچه‌ها، یعنی چه مثال فارسی بزنم که مثال انگلیسی بزنیم هیچ تفاوتی نداره. من مثلا مهدی و طاهری صفحاتی رو میاره، کلمه مهدی توشه، طاهری هم توشه. خب ولی ممکن باشه مثلا مهدی احمدی مثلا حسین طاهری بازم میاره، فرق نداره. این برای همه شد مهدی طاهری اصر رو نمیاره، درست شد.
ولی بحثش اینه کلمه مهدی توشه، کلمه طاهری هم توشه، یعنی صفحه ها دیگه هر دوش هست. من وقتی میگم اند یعنی هر دوش تون صفحه باشه، بهت مهدی طاهریان حالا اینجا اومده یا بخواهم دنبال یه چیز هم که غیر مهدی طاهری آورده باشه. حالا یعنی چون بیشتر مهدی طاهری ها اند کرده آورده، من بسیار این کنه که توی جستجوی اولیه برای اند کوتیشن رو در نظر بگیره، ولی توش منابع قطعا پیدا میکنید که مهدی جدا اومده تا اینا آقا مهدی مثلا مهدی رو جدا آورده، یه مهدی جداست بعد ارز کنم و طاهری هم جداست. پس این یعنی مهدی رو برام بیار که هم کلمه طاهری توشه هم مهدی، حتما این صفحه قید میکنه که حتما اینا باشن. و بچه این مانعیت جستجو رو میبره بالا، یعنی صفحه رو محدود میکنه فقط به اونت. حالا این اندی میشه همه جا به کار بره؟ آره. اول یه نکته بگم، شما وقتی توی گوگل نگاه کنید، شما وقتی توی گوگل میزنید مهدی طاهری، خب وقتی میزنید مهدی طاهری و فاصله میذارید، گوگل به صورت دیفالت و پیش‌فرض اند در نظر میگیره. یعنی شما بذارید مهدی طاهری میره صفحاتی رو میاره که هم کلمه مهدی و هم کلمه طاهری توشه حتما. یعنی هر دوش حتما توی صفحه هستن. حالا اینجا چقدر بود؟ 12,300,000 تومان. 8,140,000 تومان مرد. من خب این به کسر ثانیهش هم بستگی داره. یعنی چقدر بود؟ این 40 صدم ثانیه بود، 38 صدم ثانیه. خب 38 صدم و 2 صدم ثانیه توی گوگل خیلی مهمه، چون 2 صدم ثانیه میره خیلی چیزا رو عرض کنم، خیلی میتونه خیلی سرور رو هم زمان سرچ کنه. خب ولی نها کنید یه خوره نتایج هم عوض شد. میبینید یعنی وقتی مهدی طاهری رو من با اسپیس میزنم چجوری نشون میده؟ بیشتر مهدی طاهری که آهنگ سازه و اینجا نه، مهدی طاهری زدم، مهدی طاهری مختلفی آورده. درست شد؟ حالا بحثیم بچه ها، در گوگل اسپیس هر جا بزنید یعنی اند، یعنی گوگل اسپیس رو به عنوان اند حساب میکنه، اما به دلایل مختلف اکیداً توصیه میکنم strongly recommend you که چی استفاده کنید؟ اند رو استفاده کنید. اگر میخواید دو تا چیز با هم، یا همین عملگر اند رو، عملگر اند حتما باید با حروف بزرگ باشه و حتما باید دو طرفش فاصله باشه، اگه یه فاصله هاش هم نخوره غلط میشه. عملگر اند حتما باید با حروف بزرگ باشه و حتما فاصله باشه، فرق هم نداره فاصله انگلیسی سرچ میکنید یا فارسی. اند رو اگه میخواید بیاد، عملگر همون شکل خودشه، عملگر مثل یه شکل این خوش باید بیاد. حالا نکنید من چی سرچ میکنم؟ گفتم صفحاتی رو بیار که هم عبارت information management توشه و هم عبارت data storage و خود شما data storage و information management، data storage و قطعا یه information management توشه، data storage versus information management، همین جوری. پس من میتونم بینید عبارت رو بیارم، اونو هرچی میتونم بیارم به شرط که جواب بده دیگه، یعنی منطقی باشه. مثلا بین دو تا سایت نمیتونم بیارم. بچه‌ها اینو نگاه کنید من چی میزنم. اینجا نقطه
irandoc.ac.ir این چی نبرد به خاطر اینکه دو سایت با هم دیگه فرق دارن، نمیشه بگم من صفحه دیگه که هم NLA توش باشه NLI توش باشه هم ایران داک، دو تا سایت مختلف هم اصلا صفحه مشابه بین این دوتا نداریم، پس اند اینجا کاربردش غلطه، شما نمیتونید بین دو تا سایت اند کنید ولی میتونید اور بذارید. من به این دو تا سایت میتونم اور بذارم، همش هم همون مهدی طاهریه، حتی یه مهدی دیگه هم داریم که گفتم مثل منه یه الانونه وسط این فراداده و نمیدونم وقت کتاب شناختی نه به معرفت سیاسی بودشون رشته شنون سیاسی یا اینجا مطلعات میان فرنگ. خب درست شد؟ پس اند همه جانی باز منطقا شما میتونید دین هر چیزی بیارید ولی باید منطقا معنی هم بده، اون منطقی نیست. حالا هر چی دیگه میتونم اند بیارم، مثلا بین دو تا عبارت، بین دو تا واژه، بین 10 تا واژه و غیره، که اینا خیلی خیلی هم مهمه. خب پس من الان ببینید ما الان دنبال اینیم، همون موضوع خانم جمالی، انتخاب همسر اند روایت زندگی. ایشون حتما باید اینجوری بیاره، حتما باید اینطوری بیارش کنه. 3670 تا من به اول که هم روایت زندگی بود هم انتخاب همسر یارو شد و حتما این دو باید بیان و حتما هم اند باید بشن چون موضوعش اینجوریه. اوکی. خب من هیچ صدایی که نداره نمیدارم خانم مسعودی یا آقای مسعودی اگر صدا نداری یه بار خارج رو دوباره بیاد، هر کدوم که اینجوریه بعد بیاندیه. بفهم با تعجبه که 5-6 دقیقه دیگه بیشتر نداریم، خواستم یادآوری کنم که اون اسکرین‌شاتی که گفتید میخواییم بفرستین حالا الان یا توی گروه ساله رو که... آره بله من که دیگه آره باشه باشه 5-6 دقیقه باشه باشه مرسی دست در نکن. خب ریحانه هیچ فرقی نداره فارسی بزنیم یا انگلیسی یا آلمانی یا فرانسه یا روسی، هیچ تفاوتی نداره. این اصطلاحا اسکریپت که میشه زبان خط برای گوگل و موتور کاوش هیچ اهمیتی نداره چون اونا اینا رو باینری میبینن، صفر و یک میبینن، اصلا هیچ فرقی نداره براشون. برای اینجور نیست بازخورده بهتر یا بعد هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. امیدوارم این آقای خانم مسئولی مشکلشون حل شده باشه. خب عرض کنم خدمتتون که بریم سراغ ریحانه اگه میبینی بعضی وقت سرچ انگلیسی میکنی بهتر هست، به خاطر اینکه اونا صفحاتش رو این خوره استاندارد تره و ما توی زبان فارسی صفحاتی که ایجاد میکنیم خیلی استاندارد نیستن، ولی رفتی به گوگل بنده خدا نداره، این ور خیلی خوب ممکنه طراحی نشده باشه، ممکنه از اخته انگلیسی قشنگتر اومد یا بهتر اومد، این مال گوگل نیست، گوگل کار خودش رو انجام میده، خدا ممکنه اون صفحه خوب طراحی نشه، استاندارد نشه. خب عملگر بعدی اوره، من اوره بگم که خیلی کاربرد داره، اوره خیلی چیزه. بچه‌ها نگاه کنید، اول یه نکته جالبی خاطره از اور بگم، همون یا از پسرم که حالا الان 10 سالشه و این یا رو خیلی خوب کوچیک بود استفاده میکرد و من ما همیشه تو خونه همین ادبیاتی که ایشون وقتی کوچیک بود استفاده میکرد ما استفاده میکنم. مثلا فرض کنید مادرش بهش میگفت که موز میخوری سیب میخوری یا موز، میگفت یا موز، یعنی فهم که یا قبل از اون کلمه قبلی است و باید حتما بیاد. میگفت مثلا میخوای بخوابی یا میخوای بیدار باشی، میگو یا بیدار باشم. این خوبه خاطر جمع الان تو خونه هنوز این ادبیات استفاده میکنیم مالا با طنز، به خاطر اینکه ایشون همیشه میگه یا قبل از اون کلمه است و باید بیاره،
اینجا میشینی یا اونجا؟ گفت یا اونجا. خب حالا یارو من بگم اینجا یا چی کار میکنه؟ دقت کنید. ببینید ان میگفت صفحاتی که فقط صفحاتی که هم روایت زندگی و هم انتخاب همسر توشه. اوکی؟ اور میگه چی؟ اور اعم از انده. اور اعم از انده. میگه صفحاتی رو بیار که هم روایت زندگی و هم انتخاب همسر توشه و یا روایت زندگی به تنهایی توشه و یا انتخاب همسر به تنهایی توشه. این سه تا شد. نتایج بیشتر میشه. چقدر 3600 30000 تا شد. چون الان صفحاتی میاره هم روایت زندگی توشه. هم انتخاب همسر توشه، هم روایت زندگی به تنهایی و هم انتخاب همسر به تنهایی. درست شد؟ ممکنه اصلا روایت زندگی توش نباشه. مثلا حالا اینجا نمیتونی بعد نگاه کنی، ولی ممکنه حالا تویش اصلا روایت زندگی نباشه، فقط انتخاب همسر اومده باشه. درست شد؟ اور کاربرد زیاده، ما خیلی ازش استفاده میکنیم از اور. حالا دلیلش میگم به خاطر، حالا فقط اینو میگم بعد توضیح میدم، به خاطر عدم یکدستی و عدم انسجامی که در وب هست. میشه یه مثال کوچولو برای تو میزنم و بعدن وقت اینو بازش میکنم. ببینید من اینجا میخوام در مورد چی سرچ کنم؟ میخوام در مورد آموزش پرورش. فرض کن یه نفر موضوع کارش آموزش پرورش. آیا آموزش پرورش به شکلهای دیگه هم تو زبان فارسی اومده؟ بله. تعلیم و تربیت. شما اگه الان اینجا تو گوگل سرچ کنید، نگاه کنید. آموزش و پرورش. درست کنید. 52,500,000 تا صفحه آورد که توش آموزش و پرورش. آیا صفحات که ممکنه تو این صفحات تعلیم تربیت هم اومده باشه همزمان، ولی اون به اون که تعلیم و تربیت توش هست یا نه کاری نداره. اون میره صفحه میاره که آموزش پرورش توش. اینو نها کنید. 52,500,000. حالا اینو ببینید. این هی باید شیفت کنید. این وقت میدید. تعلیم و اگه کسی میخواد آموزش پرورش سرچ کنه حتما باید تعلیم تربیت هم سرچ کنه. 72,000,000 شد. 20,000,000 رو از دست دادیم. 20,000,000 سفر از دست داده بودیم. بچه بس منابع مهمی هم توش باشه. به خاطر اینکه اون تعلیم تربیت رو میداد و به ما نشون نمیداد. پس شما ناچار هستید به دلیل عدم انسجام و عدم یک دستی در بکارگیری و بکار رفتن مفاهیم تخصصی حتما از عملگر اور برای هر جستجویی که طراحی میکنید استفاده کنید. حوزه تخصصی ما چیه؟ حوزه تخصصی که حوزه تخصصی اصلی که من توش کار میکنم کتابخونه دیجیتالیه. کتابخونه دیجیتالی هم در قالب کتابخانه الکترونیکی اومدن، هم کتابخانه خودکار و هم کتابخانه مجازی. و اگه میخوام حالا تو انگلیسیش دیجیتال لایبرری، حالا یه سرچ انگلیسی هم بکنم، دیجیتال لایبرری، الکترونیک لایبرری، اتوماسیون لایبرری، اتوماتیک لایبرری، ببخشید اتوماتیک لایبرری، ویچوال لایبرری، سایبرری، من اینجا سرچ کنم نها کنید، یک انگلیسی هم هیچ فرقی هم نداره فارسی یا انگلیسی. همین فارسیش هم بخوام بزنم بچه باید همینجوری بزنم. دیجیتال لایبرریز جمع بزنم که مفهوم هم. حال بعد اینا رو بزنیم. ویرچوال لایبرریز. اور استفاده نکنید. سرچتون غلطه. اینجوری میخوانید. اونایی که دنبال سرچ پایان نامه و اینا هستی اگه اینا نزنید اصلا غلط. یکی دیگه هم
بکازه این اوتو بزرگ بشه بشه هیچ فرقی نمید. من اینو برمیدارم خب یک کپیش بکنم اصلا باتش کنم اینجا نهار کنید بزنم دیجیتال اصلا آخرش کوتیشن نداره یه واجت خب یه واجه و عبارت نم دیجیتال لبید 2,650,000 صفحه 3,650,000 صفحه 1,000,000 خوده اضافه شد و اگه من نمیدادم تا دیدی چطوری بچه ها چیزه یعنی پرکاربرده یعنی پروژه‌ای که مرجعه لبنگ دیجیتال لبنگی اگه میزدم سایبرری که همون کتاب خونه مجازی میشن سایبرری این که دیگه خیلی کم به 400,000 تا میشد اگه الکترونی لایبرری که بعد از دیجیتال لایبرری خیلی متداوله میزدم لایبرریز 917,000 تا میشد و من اون اصلی رو از دست میدادم بنابراین تو همه دو خب الان مال خانوم چیز چی میشه؟ خانوم جمالی بعد استاد مال شما چی میشه؟ انتخاب همسر اصلا انگلیسی شو بگم؟ نه های فارسی ما همسر بگم من اینو بیارم یا نه؟ آرو بله بیار او چقدر فرق میکنه یه بارم سرهم میزنم ممکنه هر دو شماده باشه توی وب فاصله معنی میده توی کامپیوتر فاصله معنی میده اونو دیگه تو کوتیشن ندارم گزینه چه همسر حالا یه عالمه چیز دیگه فکر کنم بازم داریم درسته؟ بله مثلا همسر گزینی نمیدونم اینتا داری که انتخاب شریک مثلا حالا برای اینکه خواستم بشه دارم انتخاب شریک زندگی این میشه جامعه 3,310,000 تا درست شد این میشه جامعه همسر گزینی من اشتباه زده بودم چیزشو حالا گفته این اینجوری اصلاحش 3,320,000 تا شد اگه فقط میرفتی با انتخاب همسر خیلی حضیقه از دست میدادی روایت زندگی باز باید ببینی شکلهای دیگه که ممکنه بیاد یعنی همه رو ردیف بکنم اون کیبورده ای که توی عنوان پایان نامه است من همه رو باید کوتیشنی بکنم درسته دکتر؟ باید اور کنم دیگه آره این اوره برای هر کدوم اورا بین خودشون انده یعنی الان میخوام روایت زندگی بزنه میجوری میشه نها کنی همه میبینن دیگه نبا کنی اند روایت زندگی 5,180 از اون قبلی میشه ولی اینا دیگه توش روایت زندگی هم هست این خیلی خوبه چون رو سرچ کردیم 3,100 خورده ای بود اینجا شد 5,180 تا یعنی 2,000 تا صفحه دیگه بود انتخاب همسر نیورده ارده همسرگزینی انتخاب شریک زندگی و چیزهای دیگه و با این سرچ همه یک گزینش همسرگزینی دکتر من که نمیدونم 5,000 تا رو ببینم که خب همین اولیاشو میبینید آره شما اولیا رو میبینید حالا مثلا فرض کنید نهایتا 50 تا اول میبینید ولی 50 تا اول هم اونا توش بوده وجود داشتن که شما نگوردید درست شد؟ یکی یه بحث دیگه هست یه بحث مهمه دیگه ممکنه گزینش همسر صفحه که میاره رنگ بالاتری داشته باشه و شما اونو از دست بدید چی متوجه شدم صورتتون رفت چی دکتر رنگ رتبه ببین اینا رتبه بندی شدن دیگه 1 تا 10 11 تا 20 همینجوری
هرچی کیفیت این صفحه بالاتر باشه اول میاد، درسته، رتبه بالاتر رو داره. وقتی ممکن رو گزینش همسره بهتر بوده و شما زد اونو نزد دیگه نیومده، رنگش هم بالاتر بوده و از دستش داده، از دست دادی. پس قلبیان توصیه میشه که اینجوری بیاری. پس این کامنتش هر... کامنتش که دارید میدید میشه، من میخوام عکس بگیرم و همه با هم باشن بعد از انده نیست، میخوام خود کامنت رو داشته باشم. چیو ببینید؟ الان ببین بعد از ان دیگه نیست رو صفحه، دیدیم دیگه اون طرف. بله نیست، بله. خب اینو چطوری الان میخوام ببینم عکس بگیرم که روش منو بده. آره چی؟ خب استفاده کنی؟ آره، چون به خاطر اینکه شما یه سریشو توی پرانتز گذاشتید، من هنوز استفاده پرانتز رو نمی‌دونم. خب بعد یه سری رو نمی‌دونم. من الان فرستادم توی این تکست باکس همون رو کپی کنم. نه. بلیکو پرسیده که چرا پرانتز میذارید؟ بعدا میگم برای دسته‌بندیه بلیکا. یعنی ببینی وقتی من میخوام اینجا الان این سرچ رو، بعد پرانتز از روز عملگراست من توضیح میدم، ولی وقتی میخوام اینجا این سرچ رو کنم الان نما کنید میخوام چیکار کنم، نگاه کنید میخوام چیکار کنم. خودشان الان اگه بخوام بگم که برو اینجوری بیار دیگه نمیتونم، اگه پرانتز نذارم قاطی میکنم. الان نباید بگاه سایت حالا .ac.ir or سایت، چون دو تا چیز مختلف شدن، اونا عبارت بودن، اینا سایت هم .org درست شد؟ فقط میره از سایت های دانشگاهی و سایت سازمانی ایران میاره، یا حالا .ac هم و .org هم داشته باشه، بله مثل .org که مال حوزه است. خب اینجا چون ماهیتش فرقه، اینا سایتن، اونا جدا، اگه اینا رو جدا بزنم قاطی میکنه. الان مثلا من اگه پرانتز رو بردارم واسه یه چیز عجیب غریبی ممکنه بشه، به خاطر اینکه این میگه اینو اند کن با سایت، بعد این سایت رو اور کن با سایت، اصلا یه چیز نادرست میکنه. حتما بعد پرانتز بیاری، دستبندی اطلاعات، دستبندی عبارات و واژگان سرچ. چیو تو کوتیشن بذارم امریکا؟ حالا من میگم من پرانتز رو باز بیشتر دازم سایت. نه نه غلطه، غلطه آی، غلطه، غلط غلوطه، غلطه. نه نمیتونید، کوتیشن غلط میشه، اون اصلا دو تا عملگر دیگه میشه، اصلا نمیفهمه. حالا صرف کنید چی میده به قاطی میکنه، اصلا اشتباه میشه. نه باید حتما تو پرانتز بیاره، قانون دیگه، قانون خودشه. یعنی باهاش چیز نکنید، گوگل الکی بحث نکنید، این دو دو تا چهار تا از ماشینه، الگوریتمی که ازش درست کردن اینجوریه. کوتیشن معنیش چیز دیگه، کوتیشن یعنی عبارت، نه که سایت تو کوتیشن بذارید. خیلی اگه اینجوری بذارید اصلا نمرتون کم میشه. خب تا اینجا رو گفتیم، حالا من یه دو سه دقیقه تصویرم میارم تا فعلا تا منها یا نات موند. خیلی کار داریم ما این، ولی همین سه چهار تا عملگر اصلا جزئی شما رو زندگیتون اصلا متحول کرد. الان کلا یه جور دیگه سرچ کنید، یه جور دیگه کار میکنید، یه جور دیگه زندگی اصلا میکنید. خب حالا من اینجا والا تصویرو میارم، فعلا اینو میارم ببینم اونو پیدا میکنم یا نه. اگر اون پیدا نشود، اگر پیدا نشود عرض کنم خدمت شما که میریم توی اون 5 دقیقه به من وقت بدید، من ببینم اون مثلا پیدا میکنم یا نه. اگه پیدا نشد که بیشتر از 5 دقیقه وقت نمیذارم، اگه پیدا شدم که همین الان نشونتون میدم، باشه همین الان نشون. حالا من تصویر خودمو بیارم و خب من این مثال رو الان پیدا میکنم، میکنم. اگه نشد حتما برای تو الان پیدا میکنم، اسنپ‌شات میکنم، میفرستم. این سراغه من کجا میگوشته بودم؟ این سراغه اینجا. بعد خب خیلی قشنگه، امیدوارم الان پیدا کنم. بچه همه یه صلوات بفرستین که من راحت پیدا کنم. اللهم صل علی محمد. کار دارن اینقدر دیگه عجیبه، اینقدر اطلاعات روشه که واقعا پیدا کردن اینا همیشه برای من سخت. خب بچه ها برید تا اینو نشون بدم پیدا شد. احسان خانم هست. بچه ها ببینید، آقای بچه ها میگن که
گشتیم و گشتیم، ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردیم. واقعا بالاترین ذکره و من چقدر سریع پیدا کردم. خب چقدر سریع پیدا شد. نگاه کنید، این یک کتابه در قالب XML و در کجا؟ در سایت archive.org که من در یادش من حتما این archive.org یه معرفی بکنم شده تو همین کار archive.org. این آرشیو دارد تو وب میاد، یه دونه نسخه از اون برای اونجا نگرش میدونم تو آرشیو داشته باشم. همه چی اونجا پیدا میکنید. سایت عجیب غریبی که هرچی پیدا نکنید احتمالی که تو اون پیدا کنید زیاده. بعد اونجا یا عالمی ای بوک های کتاب خونه های دیجیتالی دنیا اونجا اومده فول تکست و بعد اونا چیز شده. نها کنید بچه، این چیزی که میگفتم مختصات اینه. ورد گفته این واژه است، یعنی هر واژه‌ای که در این متن اومده تو قالب XML یا فرمت تو قالب XML با ورد اومده هر واژه. کوردینیتس یا کوردینیشن ها، حالا این اینجا اومده و بعد حالا به عنوان کورتس آورده، کورتس کوردینیشن این یک اتریبیوت، اتریبیوت کورتس رو آورده. مثلا ولیوی که برای اتریبیوت آورده چیه؟ 1996 204 2068 0 کلمه آی، کلمه آی از چپ و راست و بالا و پایین کارکتر چون کجاست؟ 1996 2204 2068 0. چقدر قشنگ هر واژه‌ای. لایبرری نگاه کنید، لایبرری کجا آورده؟ این مختصاتشه، بالا پایین چپ راست صفحه لایبرری. این چیه؟ اینجا آورده. بعد پاراگراف بسته شده ورد. نگاه کنید اینجا یونیورسیتی آف کالیفرنیا، یونیورسیتی مختصاتش اینه، آف اینه، کالیفرنیا اینه. حالا شما وقتی تو گوگل کوتیشن بزنید بگید کوتیشن یونیورسیتی آف کالیفرنیا، چیکار میکنه؟ میره این نگاه میکنه کدوم این مختصات خیلی به هم نزدیکه، اینا رو پیدا میکنه. میگه این مختصات به هم خیلی نزدیکن و اونا رو واژه شو برات بازیابی میکنه. تو خودش اینجا این سه تا مختصات رو میشناسه برای هر سه اینا و خودش رو برات بازیابی میکنه میاره. خیلی قشنگ بودی و چقدر خوب و صلوات سریع پیدا شد. حالا اینم مثال خوبی بود. خانم زهرا خانم سوال کرده که سوال درس چه یک موضوع صفحات کرد میاد به روستر جایده یا خیلی انگل نیست. ببینید نمیتونیم بگیم به روستر بهتر یا خیلی. گوگل برای رنکش آره اینا ایندکس بورد ایندکسینگ هن باری که اله اله آفاری اله دختر خوب همه که تو کلاس های نمایستازی من خیلی خوب کار کرده. این ورد ایندکسینگ هر کدوم واژه ها رو ورده مختصاتش هم ورده مال یه کتابه. حالا یه مثال هم نشون دادم اینا چجوری نشون داده میشن. الان هم نشونتون میدم بچه ها. یه دقیقه دو دقیقه دیگه باشید با من، دو دقیقه دیگه با من باشید و اینو نشون بدم. این کورس ها رو نگاه کنید چقدر جالبه. گفته هر واژه‌ای کجای صفحه، اینو میگم مختصات صفحه، مختصات این واژه در اون صفحه. حالا ببینید وقتی سرچ میکنیم چه اتفاقی میفته حتی اگه عکس بشه. خب یادمون نره خانم روحه. ببینید این نه، این نمیتونیم بگیم که اونا که اول میان بهترن، قاعدتا هم باید بهتر باشه ولی نمیتونیم بگیم. گوگل میگه من 1000 تا فاکتور یعنی 1000 تا عامل برای رنکینگ یا رتبه‌بندی نتایج جستجو دارم. همه گوش بدن، 1000 تا فاکتور دارم، عامل دارم، درست شد؟ این 1000 تا فاکتور همش اعمال میشه. گاهی وقت صفحه‌ای که حتی برخیش هم تجاریه، یعنی ممکنه پول دادن اول بیارن نشون بدن. این کار انجام شد تو گوگل. یا تکنیکایی رو استفاده کردن، مرسی خانم داوودی، تکنیکایی رو استفاده کردن که سایتشون بالا نشون داده بشه و این لزومه این نیست که این بهترین سایت و مرتبط ترین و بروزترین. نه، ممکنه پول داده باشن، ممکنه یکی از چیزاشون یوزر بای کلیک بای یوزرس، هر کدوم که بیشتر کلیک شده باشه بالاتر میاد. یکی دیگه شون پیج رنک، هر کدوم که بهش لینک زیادی شده باشه، یعنی به اون صفحه لینک های بیشتری شده باشه اون صفحه میاد بالاتر، یعنی استنادهای بیشتری میاد بالاتر.
قاعدتاً و در بیشتره، آفرین به میلاد، هر کدوم سئوی قوی تری داره، قاعدتاً اینه که بهتر از همه باشه، آفرین، قاعدتاً اینه که بهتر از همه باشه، ولی ممکن هم هست نباشه، ممکن یه سایت تجاری نامناسب بیاره اولو پول داده، از اینا داده گوگل بیارتش بالا نشونه شده، باید اینجوری باشه، ولی قاعدتاً اونی که بیشتر توسط کاربرا کلیک میشه، اونی که لینک بیشتر میشه یعنی صفحه بهتریه، ولی الزاماً اینطور نیست. حالا ما اینجا نگاه کنید تو همین گوگل، عرض کنم خدمت شما که دارم این سرچ انجام میدم، بیاره کنده خود هم یه چیز جالب نشون بدم. خب اومدش. خب من دوباره بذارید بیارمش دقیق. آها من گوگل دوباره چیز کنم، چی کنم با اتون این مثاله رو ادان داشته باشید، خیلی مثال قشنگ. پس خب رو قاعدتا اینجوره ولی الزامن اینجور نیست، شرط لازم ولی کافی نیست، یعنی حتما اینجوری نیست که بهترین باشه. من اینو بگم خواهم جمالیت نره سوالتو، اینو من یه لحظه بذار شیر کنم یادم نره، چون یه اینجا چیز می نویسید من اونا رو نگاه کنم میگم اشتباه میشه، ببخشید. الان یه لحظه من دوباره گوگل رو بیارم. بسم الله الرحمن الرحیم، انشالله که سریع بیاره. الله صلی الله محمد. تلاطف هستید که زود بیان اعتقاد. صفحات ویب رو وقتی میخوای اینجا شیر کنی اینا رو بعد نشون میده. منتظری بچه ها یه بار دیگه ترایی کنم. این اگه بیاره خیلی قشنگه، بعد اون جای مختصات میفهمی چه ارزشی داره برای موتورهای کاوش آورد. خب نگاه کنید بچه ها چقدر قشنگه این. من تو گوگل بوک سرچ کردم منیجمنت، واژه منیجمنت رو نها کنید هایلایت کرده، درسته؟ منیجمنت اینجا هایلایت شده، اینجا هایلایت شده، اینجا منیجمنت هایلایت شده بچه ها. این علیه عکسه، این تکست نیست که، عکسه، کاملا عکس کرده، یعنی اسکن شده اون کتاب و بعد اومده هایلایتش کرده. اولا عکس قابل سرچ نیست، سرچبل نیست، میتونه OCR بشه بعد سرچ بشه که تازه تو معنای فارسی هم یا عربی مشکل داره، ولی این خود این چیزی که اینجا داره نشون میده عکسیه که آورده، اما هایلایت کرد. از کجا میفهمه منیجمنت جایگاهش اینجاست؟ از کجا میفهمه منیجمنت اینجای صفحه است؟ از کجا میفهمه منیجمنت اینجاست؟ از رو همون فایلی که بهتون نشون دادم، از اون کورس ها میتونه جایگاه واژه رو تو صفحه تشخیص رو اینجوری بیاره. حالا وقتی ما بزنیم مثلا بزنیم اینجا achievement of management، چون مختصات achievement رو داره، آب هم داره، management هم داره، خیلی راحت میره براتون every achievement of management رو میاره. پس این مختصات هستش اینه. الان پشت تمام این کتابایی که اینجا میبینید، همین که الان دارید نگاه میکنید، یه دونه مثل اون فایله وجود داره، سرچ میره اونجا انجام میده، اینجا میاد هایلایتش میکنه، خروجی که میخواد انجام بده اینجا به صورت هایلایت شده میاره. خانم جمالی سوال تو بپرس. چقدر بچه ها قشنگ بود این مباحث. این هایلایت که میگی شما بدون کوتیشن، البته گفتید چون یک حرفی، آره من یه واژه سرچ کردم اصلا تو عکس هایلایت چیز میکنه، هایلایت میکنه، ولی اگه این که دیدید عکس تو آورد، از اوکی. کجا فهمید این منیجمنت اینجای صفحه است؟ از اون مختصاته. میخوام بگم اینو گوگل بهش میگه پوزیشن اینفورمیشن، اطلاعات جایگاه، اطلاعات جایگاه واژه در اون صفحه، چون میتونه گفتم به عنوان حسن، به عنوان قابلیت های مهم خودش میگه ما توانایی داره رباتمون علاوه بر اینکه واژه رو استخراج میکنه، ایندکس میکنه،
عرض کنم خدمتتون پوزیشن اینفورمیشنش هم در بیاره و از طریق این پوزیشن اینفورمیشن اینجا میاره نشون میده مثل محور مختصات که دقیقا میگه این کجاه مثلا. آفره هم میتونه عبارتی سرچ کنه و هم میتونه عرض کنم خدمتتون که عرض کنم یه خوره حالم بد شد هم میتونه هم میتونه عرض کنم خدمتتون اگه تو تصویره هایلایت کنه نقای سید حسین رضوی عزیز حضور دارن رئیس کتابخونه حرم امام حسین سلام الله علیه الان از عراق انشادم تو خود حرم من الان اسمشون دارم حالم عوض شد حسید حسین رضوی سلامی هم از جانب ما به آقا بده و بفرمید که انشالله این مشکل حل شه زودتر ما هم بتونیم مشرف بشیم اونجا حضور داشته باشیم از جانب ما سلامی بده حسید حسین عزیز حالمون عوض شد. خب خیلی ممنونم. مثلا سوالم بپرسم توی فایرفاکس با مرورگرهای متفاوت فرق میکنه مثلا از گوگل کروم استفاده کنیم یا فایرفاکس؟ نه 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 هیچ فرق نداره. گوگل چون فرق میکنه مکانیزمش و اون خودش یک اینا شما سرچ میکنید همه روی توانایی و قابلیت های سرچ خود گوگل و ربطی به بروزر نداره. تا خب کروم چون با گوگل خوره مچتره خب امکان یعنی بهتر ساپورت میکنه ممکنه البته تو گوگل این مشکل رو ندارم چون گوگل کاملا با بروزرها عرض کنم خدمتتون سازگاره و مشکل ندارم ولی تو بعضی سایت ها حالا ممکنه یا بعضی از سرویس های دیگه گوگل ممکنه که عرض کنم این سرچ انجینش کاملا مچه ممکنه بعضی سرویس هاش گویا کروم بیارید بهتر باشه. خب همگی خسته نباشید از سید حسین عزیزم تشکر کنم. نمیسته حرم هستید یا منزلی یا جای دیگه؟ حالا مثلا تو حرم هستید الان؟ به 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 خب چه ساده تو هستید حتما نایب گزیاره ما باشه. دوستان عرض کنم خیلی ممنون خانم جمالی واقعا عرض کنم خدمتتون که تموم شده امروز انشالله هفته بعده ادامه میدیم و انشالله خب مقبولتر میشه کاریتر و بیشتر براتون قابل استفاده و انشالله رفتار اطلاعی به حرفه ای خواهید داشت انشالله که خدا قبول کنه از هممون. خیلی ممنون که امروز وقت گذاشتید یک ساعت و نیم 1:95 از عمرتون اومدید درست استفاده کردید. آخرش هم تبرک شد به نام امام حسین سلام الله علیه صلوات الله علیه و عرض کنم خدمتتون که خانم ایزدیان خیلی قشنگ آوردن استاد اند دوستان خدا قوت آفرین خانم ایزدیان. خب با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد.